سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: هشدار بزرگان هلمند از سقوط شهر لشکرگاه، تکرار گفته های عبدالله عبدالله. رئیس اجرایه در سفر به هلمند میگوید که تصمیم هایی درباره چگونگی تامین امنیت شهر لشکرگاه گرفته شده است. نتایج دیده تصمیم تاسو به در نجدی ورزو کیونی 15 ولایت 30 سفارت، خواست رئیس اجرایی حزب جمعیت. عطا محمد نور میگوید زمان با آمدن تغییرات در بلخ موافقت خواهد کرد که گفتگوهایش با رئیس جمهور نهایی شود. حداقل 30 سفارت دفتن به ما، 30 تا معاینت دفتن به ما و تعداد ریاست های مستقل به شمولی ارگان های مالوچی برای ما. کمرنگی سهم زنان در تصمیم گیری، نقش نمایشی در نهادهای دولتی. یک نهاد پشتیبان زن میگوید که سهم زنان در تصمیم گیری های دولتی کمرنگ است. یا شرایط سیاسی ایجاب نمیکنه یا از لحاظ امنیتی مشکلات زیاد است، چهار پنج ولایت خود میتونیم فکر میکنیم. و بازداشت خانگی حافظ سعید، رهبر جماعت دعوی پاکستان. من فواد امان هستم. عبدالله عبدالله میگوید که درباره چگونگی تامین امنیت شهر لشکرگاه تصمیم هایی گرفته شده است که نتایج آن در آینده نزدیک دیده خواهند شد. آقای عبدالله در سفرش به ولایت هلمند نارسایی ها را در کار تامین امنیت این ولایت میپذیرد. در همین حال بزرگان قوم در ولایت هلمند از احتمال سقوط شهر لشکرگاه به دست مخالفان مصالح دولت هشدار میدهند. رئیس اجرایی در حال به هلمند آمده است که جنگ ها در ولسوالی سنگین به اطراف شهر لشکرگاه آرام قرار مردم را قربانی گرفته است. رئیس اجرایی کم از کم 4 ساعت در پشت درهای بسته درباره اوضاع هلمند با مقام های امنیتی این ولایت نشست داشت. به نتیجه نشست هم چنین فشرده می شود. یوه اساسی مسئله چوربندی بحث بشو دی هلمند مرکز عمومی امنیت پاکله، خب بعد مرکز امنیت پاکله خبری وشوی چه انشالله نتایج دغه تصامیم تاسو په دانشجو ورځو کې ووینی. اصلی ترین درد هلمندیان نجات شهر لشکرگاه از سقوط است. یو کال کیږي باباجی زمور درم او زاده زمور د کلاشینکو مرمۍ ورسیږي د شهر مربوط او زاده یو کال اپا تن پرو پلاس نه پرو اتا مرس یا داس معلومات را کړی چې شپار نه پاره طالب ولا ک پښی کې دی دروځي مردا نو سنیوالې دی خو ته په دوه موزه کې طالبان دلته جنگیږي دی خو ته په اول موزه کې په کلایستان کې جنگ دی ناواد د طالبان په لاس کې ده هاینک دی د طالبان دلته ولاړ دی پس مینه کوټه کې طالبان دلته ولاړ دی دلته موږ درې لیوا غانې جناب رئیس اجرایی لرو دا درې لیوا غانې کې هر لیوا 2000 3000 تشکیل لري جناب رئیس اجرایی دلته 1500 نفر په لیوا کې نه دي ناس دا خیالی پیسې راځي دا خیالی خلکو ته ورکول کیږي. در عملیات شفق دو به ویژه در ولایت هلمند انتظار میرفت که نیروهای دولتی به پیشرفت های زیاد دست پیدا کنند، اما هنوز هم مخالفان مصالح دولت بخش هایی را که زیر اداره داشتن هنوز هم در اختیار دارند و تا تهدیدها بر شهر لشکرگاه نیز افزایش یافتند. شریف امیری، تلو نیوز، هلمند، پایگاه بسشن. عطا محمد نور رئیس اجرایی جمعیت اسلامی تاکید می‌ورزد که این حزب خواهان 15 ولایت، 30 سفارتخانه و 15 سناتور انتصابی از حکومت شده است. آقای نور می‌گوید که رئیس جمهور غنی این خواستهایش را پذیرفته است و تاکید می‌ورزد زمان با آمدن تغییرات در ولایت بلخ موافقت خواهد کرد که گفتگوهایش با رئیس جمهور نهایی شوند. عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ و رئیس اجرایی جمعیت اسلامی میگوید که ریاست اجرایی از بهر این که نتوانسته است به خواستهای هواداران و همپیمانانش رسیدگی کند شرمنده است. اما آقای نور می افزاید که به نمایندگی از جمعیت اسلامی با حکومت گفتگو می کند و تاکنون این گفتگوها مثبت بودند. حداقل 30 سفارت دفتن به ما، 30 تا معاینت دفتن به ما و تعداد ریاست های مستقل به شمولی ارگان های مالوچی برای ما، 10 الی 15 ولایت به ما، نصف کنسولگری دنیا به ما، از این قبل چیزا جناب وزیر در جناس 15 تا سناتور انتصابی به ما، هم میره بسیار با پیش آمد خوب قبول کردن.
سرپرست ولایت بلخ می افزاید زمان به کنار رفتن از مقامش موافقت خواهد کرد که گفتگوهایش با رئیس جمهور نتیجه بدهند. بعد از اینکه در اینجا نتیجه ملموس باشه، نتیجه خوب باشه، قناعت بخش باشه، بله در بلخ ما راضی هستیم که تغییرات باید بیاید و به خود ما وظایف پیش نیاد شده و این حسن نیت حسن نظر وجود داره که ما با کابل وظیفه بگیریم، ولی به خودم واقعا ما تنوز وظیفه انتخاب نکردیم. آقای نور تاکید می‌ورزد که برای به میان آمدن همبستگی بیشتر میان اعضای جمعیت اسلامی تلاش می‌کند. بعد از یک مدتی بعد از اون معلوم میشه که آیا کاری را که عبدالله کرده نتونست والی سی بلخ انجام داده میتونه یا نمیتونه. اما در حال حاضر یک کسی آمده با حسن نیت گفته که برادر شما همین سنگ برده نتونستی، من همین سنگ با شما کمک میکنم. ما از او استقبال میکنیم. حتی محمد نور میگوید که از نشانی جمعیت اسلامی و نیز از نشانی ریاست اجرایه با حکومت وارد گفتگو شده است و هیچگاه به گونه شخصی معامله نخواهد کرد. حکومت افغانستان آماده گفتگوهای به هیچ پیش شرط با طالبان است. عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام‌آباد میگوید که حکومت افغانستان با دفتر سیاسی طالبان در قطر و برخی از فرماندهان با نفوذ این گروه در تماس است. در همین حال شورای عالی صلح این موقف حکومت افغانستان را از بهر رسیدن به توافق با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان میداند. اما نمایندگان طالبان در دفتر سیاسی این گروه در قطر تا اکنون در این باره چیزی نگفتند. عمر زاخلوال در گفتگو با خبرگزاری دولتی چین بر آغاز گفتگوهای سال به هیچ پیش شرط تاکید کرده است. سفیر افغانستان در اسلام آباد در بخش از این گفتگو تاکید کرده است که ما با دفتر طالبان در قطر و شماره از رهبران با نفوذ طالبان در تماس هستیم. طالبان می توانند هر گونه طرح را به میز گفتگوها بیاورند، اما هر گونه پیش شرط را برای گفتگوها رد کرده ایم. شورای عالی صلح تاکید می‌ورزد که حکومت افغانستان از بهر رسیدن به توافق به گفتگوها با طالبان هیچ گونه پیش شرطی ندارد، اما شرطها را پس از آغاز گفتگوهای رسمی با آنان در میان خواهد گذاشت. این شرایط است که بعد از جریان مذاکره و در جریان مذاکره اینها روی صحبت شده میتونه، یعنی شرایطی که طرفین دارند ایر آزادانه میتونن بالای میز بگذارن. شماره از سیاستگران موقف حکومت افغانستان را با هیچ پیش شرطی برخواسته از ضعف و ناتوانی حکومت میدونند. اگر طالبا شکست کرده میبودن باز او وقت بود که آدم میگفت که شما پیش شرط ندارین بیاین، ولی آله گنا دست بالا دارن. آله اگر افغانستان یک نفسک نیم جان میکشه و به خاطر برف است، نه به خاطر از این که طالبا ضعیف شده. پیش از این رئیس امنیت ملی افغانستان با نمایندگان طالبان در امارات متحده عرب گفتگوهای رو در رو داشته است، اما هنوز هم هیچ گونه گفتگوی رسمی انجام نشده است و طالبان بارها تن دادن به گفتگوها با کابل را رد کرده اند. یک نهاد پشتیبان زن و نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگویند که سهم زنان در تصمیم گیری های دولتی کم رنگ است. این نهادها فهرست نام های بیش از 1000 زن نخبه را بر ریاست جمهوری و ریاست اجرایی فرستاد. در همین حال شمار از مقام های حکومتی زن در نشست در کابل میگویند که نقش بیشتر زنان در نهادهای حکومتی نمایشی است. گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان و نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بدین باور هستند که حکومت وحدت ملی در استخدام زنان در پست‌های بلند حکومت بی‌پروا بوده است. این نهادها میگویند که حکومت نبود ظرفیت در میان زنان را بهانه می‌گیرد. در حکومت جدید باید از یک ولایت ما 4-5 ولایت می داشتیم، بلکه بیشتر از اون. خب اگر بگوییم که یا شرایط سیاسی جواب نمی‌کنه یا از لحاظ امنیتی مشکلات زیاد است، 4-5 ولایت خب میتونیم فکر میکنیم ما ولی باشیم. بر بنیاد آمارهای نهادها 38% از رای دهندگان انتخابات ریاست جمهوری اخیر زنان بودند. این نهادها میگویند که رهبران حکومت از زنان استفاده ابزاری نمودند. زمانی که ما در سطح زنان نخبه فقط بحث بکنیم، شما جای خالی دختران محصل در این گونه مجلس میبینید. نه تنها در این مجلس، در تمامی بحث هایی که بحث مشارکت سیاسی مطرح میشه، دختران جوان غیر حاضر هستند، غایب هستند. در حال حاضر تنها 4 وزارت و 8 معاونت در وزارت ها از سوی زنان اداره میشوند.
باید نترس بود و با جرأت بود و باید از حقوق سایر زنها دفاع کرد و پلیسی ها و سیاست هایی که در دولت گذاشته میشه راه را برای سایر خانم ها هموار کرد. ما در عذاب سیاسی نقش زنها همیش نمایشی بودن و بسیار کم عذاب تانسته که زنها را سهم بتن. در افغانستان 22% از کارمندان خدمات ملکی زنان هستند. در همین حال 25% از کرسی‌های مجلس نمایندگان به زنان اختصاص داده شده است. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار میگوید که رهبری این حزب در جبهه‌های نبرد در افغانستان است و تا چند هفته آینده به پایتخت خواهد آمد. مسئول گروه گفتگو کننده حزب اسلامی می‌افزاید که کمیسیون‌های عملی‌سازی توافقنامه صلح این حزب با حکومت وحدت ملی روی زمینه‌سازی برای تامین امنیت حکمتیار و جای بودباش او کار می‌کنند و احتمال دارد که این کارها تا 2 یا 3 هفته آینده به پایان برسند. حکومت جایی را در منطقه دارلمان شهر کابل برای بودباش گلبدین حکمتیار در نظر گرفته است. 8 کمیته برای عملی سازی توافقنامه صلح با گلبدین حکمتیار کار می کنند. اکرم خپلواک مشاور ارشد رئیس جمهور می گوید که پیش از آمدن آقای حکمتیار شماری از زندانیان حزب اسلامی که پرونده هایشان بررسی شدند به نشانه حسن نیت از زندان آزاد خواهند شد. ما با او مادری که فرزندش در زندان است به خاطر اهداف حزب اسلامی و ما مراجعه بکنند جوابی نمیداشته باشیم. به می ترتیب مهاجر ما که حق مسلمش است که در کشور خود برگرده قطع زمین نداشته باشه. بنابراین این مسائل تکنیکی هستند که انشاءالله امیدوار هستیم تا 2-3 هفته آینده مرفوع شوند. در همین حال نماینده گلبدین حکمتیار نیز می گوید که رهبر حزب اسلامی تا چند هفته آینده به کابل خواهد آمد. برادر مجاهد حکمتیار در سنگرهای جهاد است و البته ما آتش بس داریم با دولت و او را مراعات کردیم، در کشور خود هستند. حزب اسلامی گلبدین حکمتیار یک فهرست 2500 نفری از زندانیان این حزب را به حکومت سپرده است، اما مشاور ارشد رئیس جمهور میگوید که این فهرست به 488 تن کاهش یافته است. با این هم وی میافزاید که احتمال دارد نامهای شماری از طالبان نیز در این فهرست آمده باشند. از همین رو احتمال میرود که شمار نامهای این فهرست از این هم کمتر شود. در مرحله اول 83 نفر دوسیه هایشان بررسی شده، کارشان انجام شده و به ریاست جمهوری در حدود بیشتر از 2 هفته میشه که فرستاده شده تا امر آزادی از اینها صادر شود. پیش از این حزب اسلامی در انتظار بیرون شدن نام رهبری این حزب از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بود، اما پس از مخالفت فرانسه و روسیه با این کار روند بررسی بیرون کشیدن نام گلبدین حکمتیار از فهرست سیاه سازمان ملل متحد بعد درازا کشیده شد. مشاور رئیس جمهور میگوید که تلاش های دیپلماتیک ادامه دارند تا قناعت این کشورها بر رأی موافق فراهم شود. لوی سارنولی از به تعلیق در آمدن وظایف 17 کارمند ریاست حقوق ولایت کابل به شمول رئیس حقوق کابل خبر می دهد. این افراد به استفاده سوء از صلاحیت هایشان متهم هستند. در همین حال در پیوند با همین قضیه وظایف 3 تن از کارکنان بانک پشتنی نیز به تعلیق در آمدند. لوی سارنولی می گوید که کارهای این 20 نفر همزمان و در پیوند با یک پرونده به حال تعلیق در آورده شدند. 17 تن از کارمندای مسلکی ریاست حقوق ولایت کابل به شمول رئیس شان وظایفشان تعلیق و همچنان وظایف 3 تن از کارمندان پشتنی بانک هم در پیوند به همین قضیه تعلیق هست. به گفته سخنگوی لوی سارنولی، این نهاد از مدت‌ها پیش شکایت‌هایی را درباره کارمندان ریاست حقوق کابل به دست آورده بود. احکام محاکم از طریق ریاست تطبیق و تنفیذ نمیشه و در پیوند به این موضوع چند تن از کارمندای پشتنی بانک هم که باید وظایف خود آن طوری که انجام میدادن ندادن و یک موضوع در جریان تحقیق هست که چرت در پروسه دوام پیدا کی او حکومت وکولی شي چې هغه لوی اشخاص و افراد چې په فساد باندې مبتلا دي د هغوی مخاوني ولا شي او وروسته په محاکمو کې د خبره نهایی شي او اشخاص و افراد بندي شي د حکومت یو ډیر لوی لاسته راوړنه وي.
حکومت افغانستان در حال برگسترش پیکار با فساد تاکید می‌ورزد که فساد اداری از بزرگترین چالش‌ها فرارای پیشرفتا در کشور دانسته می‌شود و در سال‌های اخیر برای مبارزه با فساد اداری چندین نهاد در کشور دست به کار شدند. پیرمرد در ولایت سمنگان سنگ می‌خورد. یک پیرمرد 82 ساله باشنده ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان که به بابا سنگخور شهرت دارد سنگ میخورد و میگوید که سنگ روزیش در این جهان است. صوفی عبدالرازق مشهور به بابا سنگخور باشنده روستای آسیاباد ولسوالی حضرت سلطان ولایت سمنگان است. او ادعا دارد که از 20 سال به این طرف همه روزه مقدار سنگ آهک میخورد و پیش از آن برای مدت 22 سال زغال چوب میخورد. به گفته ای وی 22 سال پیش همسرش درگذشت و دو دختر و دو پسر خردسالش به مادر شدند و وی به دلیل مشقتهایی که در زندگی داشت و این مشقتها را تحمل کرده نمیتوانست به خوردن زغال چوب را آورد و اکنون سنگ نیز میخورد. دریای آمو سالانه صدها هکتار زمین را در خاک افغانستان ویران می کند. شمار از باشندگانی که در نزدیکی این دریا خانه دارند می گویند که دریای آمو سالانه صدها هکتار زمین های کشاورزی و خانه های آنان را ویران می سازد. این مرزنشینان می گویند که تاجکستان در آن سوی دریا کناره دریای آمو را مستحکم ساختند و از همین رو دریای آمو به سوی خاک افغانستان در حال پیشروی است. سفر به دریا اما با موتر. داخل خاک افغانستان هستیم اما اینجا زمین های دیده می شود که با آب خیزی های دریای آمو تخریب شده است. با دشواری ها به پیش می رویم. موتر توان رفتن جلوتر از این را ندارد و ناگزیر پیاده برام می افتیم. این مرد که باشنده مرزی افغانستان است می گوید که از تمام روستا تنها همین خانه خسکپه باقی مانده است. او در طرف بالا در طرف تاجکستان همه تلقت کرده ای طرف تیر شده بقنی خانه ما زده یک روز ایجی میشینیم یک روز میشینیم. به جایی میرسیم که روستانشینان تلاش دارند تا با بیل جلو تخریبات دریای آمو را بگیرند. این تهدید نه تنها تهدید برای ملت مظلوم ماست بلکه این تهدید برای خود موقع جغرافیایی افغانستان است. روستانشینان مرز افغانستان میگویند که سالانه دریای آمو صدها هکتار زمین را به طرف خاک افغانستان تخریب میکند. دغه مرده دغه مشکلاتونه مرسره کومک وکي امداد وکي چې دغه مشکلات حل کړي. که توجه ونه سي نو موږ به ترار کېږو یا به دشتي بیابان ته یا به تخریبی وطن تخریبی در روان دی. شورای ولایتی کندوز هشدار میدهد که اگر نهادهای مسئول در تحکیمات این دریا بی‌پروایی کنند دریای آمو با تخریبات زمین ها می تواند که مرز را به سوی افغانستان بکشاند. حکومت وعده تمنی خواهش تقاضا می است که شما شاهد عزیز این که بزرگا و مسافرا اطفال یتیمی که اینجا اطفالی که اینجا حضور دارند که بسیار مشکلات زندگی خود به سر میبرند اما هست بود خود عزیز دادن و اینا توجه بکنیم به خاطر تحکیمات سوایل دریای آمو به خاطر نوبور تازه که باید مسیر دریا باید تغییر بکنه. روستانشینان مرز افغانستان با تاجکستان از حکومت میخواهند تا هر چیز زودتر سواحل دریای آمو را تحکیم نمایند. دریای آمو سالانه صدها هکتار زمین به طرف خاک افغانستان در حال پیشروی است و باشنده های محل میگن که صدها منزل مسکونی به اثر پیشروی های دریای آمو تخریب شده و اگر حکومت به زودی فکر به حال دریای آمو نکنه این روند ادامه پیدا خواهد کرد. حمید چرزای طلوع نیوز روستای قراول نقطه صفری افغانستان با تاجکستان. وزارت احیا و انکشاف دهات در سال 1396 هجری خورشیدی پروژه های توسعه صنایع دستی روستانشینان را با ارزش بیش از 200 میلیون افغانی در سراسر کشور عملی خواهد ساخت. هرچند به ساخته های دستی به عنوان مهمترین کالاهای صادراتی کشور نگاه می شود اما سازندگان این ساخته های دستی حال روز خوش ندارند و زنان به علت نبود بازار ساخته های دستیشان را در روستاها با بهای اندک می فروشند. وزارت احیا و انکشاف دهات می گوید که این نهاد در بخش ساخته های دستی زنان در روستاها برنامه های گسترده ای را عملی خواهد ساخت و در چارچوب این برنامه ها برای فروش ساخته های دستی زنان بازارهای همیشگی ایجاد خواهد شد و امسال بیش از 200 میلیون افغانی به همین کار اختصاص داده شده است.
یک از موردهایی که در این گنجانده میشه ایجاد بازارهای روستایی دائمی برای بازاریابی تولیدات و محصولات صنایع دستی و صنایع روستایی است. در این حال اتاقای تجارت و صنایع میگوید که حکومت برای حل مشکلات در بخش ساخته های دستی برنامه های گسترده را باید عملی سازد و نیز برای افزایش ظرفیت زنان باید تلاش شود. اگر قرضه های سهل و یا بلایواز بر زنان در نظر گرفته شود در رشد اقتصادی ازی قشر بسیار تاثیرات مثبت خود میگذاره. گفتنی است که قالین، گلیم، مهردوزی ها، خامکدوزی ها و نیز ساخت زیورها از ساخته های دستی زنان در روستاهای کشور است. و گفته ی وزارت احیا و انکشاف دهات قرار است که در آینده های نزدیک چندین نمایشگاه از بحر بازاریابی برای ساخته های دستی زنان را اندازی شود تا این ساخته ها به فروش برسند. بازداشت حافظ سعید رهبر جماعت دعوی پاکستان اعتراضهای هواداران این گروه را در پی داشته است. حافظ سعید که به طرح‌ریزی حملات مرگبار سال 1387 هجری خورشیدی در شهر ممبئی هند متهم است و تازگی از سوی مقامهای پاکستانی در بازداشت خانگی قرار گرفته است. اما حافظ سعید و هوادارانش میگویند که ایالات متحده آمریکا بر پاکستان از بحر بازداشت او فشار آورده است. شماری از اعضای جماعت الدعوه پاکستان و هواداران حافظ سعید در اعتراض به بازداشت خانگی او در شهر کراچی گرد آمدند. هند مسئله بازداشت حافظ سعید را مطرح کرده است. هند می خواهد که به وسیله ایالات متحده پاکستان را تهدید کند. پس از دستور حکومت پاکستان به بازداشت خانگی حافظ سعید، او در یک نشست خبری بازداشتش را نتیجه سازش حکومت پاکستان با هند و امریکا می داند. بازداشت خانگی من با تأکید نارندرا مودی، تحریک دونالد ترامپ و سازش حکومت پاکستان با آنان انجام شده است. فکر می کنند که بازداشت من می تواند موضوع کشمیر را از یادها ببرد. اما این فکر اشتباه است. مبارزه ما تا هنگام ادامه خواهد داشت که کشمیر آزاد شود. پاکستان از سوی هند، ایالات متحده و برخی از کشورهای دیگر با پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افغان متهم بوده است. اما آیا بازداشت خانگی حافظ سعید نشانه تغییر در سیاست‌های پاکستان است؟ خاطر مقابله با تروریسم با آمریکا خود ثابت بکنه این گونه اقدامات انجام داده، ولی من مطمئن نیستم که حافظ سعید به مدت زیاد در این محاصره و نظربندی قرار داشته باشه. لشکر طیبه پاکستان مسئول حمله های مرگبار سال 1387 هجری خورشیدی در شهر ممبئی هند شناخته می شود که 166 کشته بر جا گذاشتند. هند و ایالات متحده می گویند که حافظ سعید که در آن هنگام رهبر لشکر طیبه بود طراح اصلی این حمله ها بوده است. ممنون از توجهتان. استلو ادامه خبرها در تورنیوز تقدیم می شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر چگونگی زندگی 300 تا 500 هزار کودک را در کشور نگران کننده میگوید. این کمیسیون در روز جهانی کودکان روی جاده میگوید که ده ها هزار کودک در کشور روی جاده ها کار میکنند و بسیاری از آنان از آموزش و پرورش نیز محروم هستند. کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان میگوید که نهادهای دولتی و نیز نهادهای خارجی پشتیبان حقوق کودکان در کار رسیدگی به اوضاع ناگوار کودکان در کشور کوتاه آمدند. فیصل نمونه از هزاران کودک روی جاده در شهر کابل است که با رنگ کردن کفش های رهگذران برای خانواده پنج نفریش نان فراهم می سازد. روز صدر و پنجار بکار میکنیم، به خانه آرد روغن میگیریم. حسیب 13 ساله کودک دیگر است که با پیکر کوچکش کارهای سخت را انجام می دهد. کار میکنم که تا هم غریبی میکنم اینجا. از کوچه گشتی هم خوشم نمید. در کوچه اگه باشد یکان کارهای خراب و بدر الاغشتی و از این دیگه از این مشتکی که هر چیزی که تربیه دادی اونم رقم تا کلانیش میشه. کمیسیون مستقل حقوق بشر شماره کودکان را که زندگی های آنان با خطر روبرو هستند تا 500 هزار کودک میگوید. برای دولت افغانستان پیشنهاد کردیم که امنیت تامینات اجتماعی برای حمایت اطفال باید اینا گسترش بده.
در همین حال وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که شماره کودکان روی جاده ها کاهش یافته است. یک رقم چند هزاری را از اطفال ما که به شکل اجباری مصروف در کارهای در معادن شده بودن که نابای در معادن کار میکردن، اینا رو بیرون کردیم. بر بنیاد آمارهای وزارت کار و امور اجتماعی، از میان بیش از 30 میلیون جمعیت کشور، 15 میلیون آنان کودکان هستند. از این میان بیش از 1 میلیون کودک کارهای شاق انجام میدهند. یک شهرک برای بازماندگان نیروهای امنیتی در ولایت نیمروز ساخته می شود. مقام های محلی در ولایت نیمروز می گویند که این شهرک در گستره 2000 جریب زمین ساخته می شود و نمره های رهایشی در این شهرک برای بازماندگان نیروهای امنیتی توزیع خواهد شد. این شهرک در گستره 2000 جریب زمین در ولایت هلمند ساخته خواهد شد و نمره های رهایشی آن به کسانی توزیع خواهند شد که بستگانشان در نیروهای امنیتی بودند و جانهایشان را از دست داده اند. شامل یک شهرک کمپلکسی خواهد بود، دهی، مکتب، مسجد، ساحه سبز، حوزه، ناحیه و غیره، چیزایی که برای یک شهرک ضرور است. شفاخانه ای در نظر گرفته شده. خل شهیدان چې د افغانستان د یو یو وجب دمځکی د پاره خپلونی ورکړي او خپل ځانونه د لاسه ورکړي او هغه خانواده چې نن دغه وارثین دی هغه سره غم شریکی وکړي او نن هغه دمځکی ورکول کیږي. برخی از بازماندگان قربانیان نیروهای امنیتی از این کار حکومت ستایش میکنند. به خاطر وطن دفاع از وطن شهید شده که الان ما خوشحال هستیم که برای ما یک زمین داده. از آنچه که کم توجهی دولت به بازماندگان نیروهای امنیتی گفته می شود، بارها انتقاد شده است. اما هنوز هم برخی از خانواده های این نیروها در وضعیت بد زندگی می کنند. شمار از باشندگان ولایت فرا در 16 روز اعتراض های مدنیشان با انتقاد از آنچه وضع بد این ولایت می خوانند، امروز دست به تظاهرات زدند و خواهان برکناری والی این ولایت شدند. تظاهر کنندگان که در جاده های شهر فرا خیمه برپا کردند می گویند که بی‌پروایی ها و مدیریت نادرست رهبری این ولایت سبب شدند تا ناامنی ها و فساد اداری در فرا به اوج برسند و طالبان بیشتر بخش های این ولایت را از اداره حکومت بیرون سازند. اما سخنگوی والی فرا می گوید که تا اکنون خواست های این اعتراض کنندگان روشن نیستند. این مظاهره کنندگان در اعتراض به آنچه سوء مدیریت و بی‌پروایی مسئولان ولایت فرا می‌خوانند دست به مظاهره زدند و رهبری این ولایت به ویژه والی فرا را به فساد متهم می‌سازند. والی مر نغوارو به فرا خلک دان نغوارو تظاهرات تر خود چه دادنی ادامه لاری داز مر پا کار نده ایده ناکار سر ایده. مگر در افغانستان دیگه نفر پیدا نمیشه که بایی سوالی با ولایت فرا روان کنه که کار درست بکنه. مظاهره کنندگان در برخ جاده های شهر فرا خیمه تحسن برپا کردند و بر برآورده شدن خواسته هایشان تاکید میورزند. فرا خلک دیر مشکل لري، مشکل د باندی د برق دی د فساد دی دا والی موږ نه غواړو. موږ ته هیڅ خدمت نه دی کړی، درواغ را سره وایي، بالکل درواغ وایي چې څه خبره را سره کړې په شا کې بله ده. اما سخنگوی والی فرا این اتهام ها را بی بنیاد میخواند و تاکید میورزد که در مقایسه به یک سال پیش ناامنی ها و فساد اداری در این ولایت به گونه چشمگیری کاهش یافته است و خواسته های این مظاهره کنندگان موجه نیستند. به خاطر منافع شخصی خود البته هستند، چون در بینشان احزاب سیاسی وجود نداره، جامعه مدنی وجود نداره و آنها اظهار کردند که ما با این تظاهرات هیچ دستی نداریم. پیش از این باشندگان برخی از ولسوالی های ولایت فرا در ادامه این اعتراض ها جاده هرات کندهار را ساعت ها بروی رفت آمد بستند و بر عملی شدن خواسته هایشان تاکید می ورزند. باشندگان ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر از مقام های محلی این ولایت می خواهند تا جلو غصب زمین ها را بگیرند. آنان در گرد همایی می گویند که غاصبان زمین همه روزه می کشند تا زمین های دولتی و شخصی را غصب کنند. شرکت کنندگان این گرد همایی خواهان به دادگاه کشانیدن غاصبان زمین هستند. در همین حال مقام های محلی لوگر می گویند که آنان می کشند تا زمین های غصب شده را از غاصبان پس بگیرند. اینجا در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر گرد آمدند تا شکایتشان را به گوش مقامهای محلی این ولایت برسانند. شرکت کنندگان این گرد امایی میگویند که حکومت باید جلو غصب زمین را بگیرند و غاصبان زمین را به پنجه قانون بسپارند. شرکت کنندگان این گرد امایی هشدار میدهند که اگر حکومت در این زمینه بی‌پروایی کند، غاصبان زمین جرأت بیشتر غصب زمین ها را پیدا خواهند کرد.
هدف خاص ولسوالی محمد آقا از ولایت شمیز که غاصبین در هر جایی که از تنها اینه ما به سطح ولسوالی خود گپ میزنیم، در هر جایی که غاصب است باید به جزای اعمالش برسه و به چنگال قانون سپرده شود. اینا یک زیاد ظلم کردند در مقابل ولسوالی و ولایت محمد آقا و مردم ولسوالی محمد آقا. حقوق خود مطابق قانون و احکام قانون و تابعدار قانون ما ولس هستیم، خود بودیم، می باشیم. اما مقام های محلی لوگر می گویند که آنان در همکاری با نهادهای امنیتی می کوشند تا جلو غصب زمین های غصب شده را بگیرند. من گا نه غاصبین غواړو نه هغه څوک غواړو چې د نورو ولایتونو ناراضي د پردې تر شادل د کار کې زمونږ امنیت مختل کوي او مونږ نامنکی او د قومونو ترمنځ بې اتفاقي غواړي. شک نشته چې دې تر شا بالکل د دغو کسانو لاس و. این نگرانی ها در حال ابراز می شوند که در حدود دو هفته پیش در درگیری میان دو قوم بر سر زمین در این ولسوالی باعث کشته شدن و زخمی شدن 4 تن از هر دو قوم گردید. شماره از خانواده هایی که از پاکستان برگشتن اکنون در وضع بد در شهر کابل زندگی می کنند. این خانواده ها می گویند که شماره بزرگ از کودکانشان از بحر سردی هوا بیمار شدند. خبرنگار تولونیوز که از نزدیک با آنان گفتگو کرده است می گوید که براستی هم زنان و کودکان آنان از رهگذر بهداشت در وضعیت بد قرار دارند و اگر به آنان رسیدگی نشود ممکن است که چندین کودک جانهایشان را از دست بدهند. این مرد 70 ساله 8 سال پیش با خانوادهش از پاکستان به کشور برگشت. او میگوید که در حدود 40 سال را در آوارگی در پاکستان سپری کرد، اما در کشور نیز زیر خیمه زندگی میکند و فراوان رنج میبرد. نه قالین است، نه پارس است، نه لیپ است، یا کمبل دارم دنم میتو شک 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 مشتکم در بغل میگیرم شوانه. این خیمه کوچک جای زندگی شبانه روزی این مرد کهنسال و خانواده 12 نفری وی است. پخت و پز نیز در درون همین خیمه انجام می شود. نه مکتب داریم، نه دیره داریم، سه قبل مجور شود، نه زندگی داریم، از گشنگی و تشنگی از مریضی کباب و بریان است. کودکان این خانواده نیز از آموزش و پرورش محروم هستند. عروس بزرگ این مرد که 5 فرزند دارد میگوید که کودکان وی نمی توانند به مکتب بروند. 15 دانه بچه هندی ده نخ کلن ده زوی می آلور می اغا ده حتا کلن ده ده نور و اغا ده دو کلن دره کلن دی مکتب لکم سزی اغا کما مکتب آتا وای جا. په خیمو کې ژوند کوو، مکتب ته نشي تللی، یخم کېږي باران ده. څوک موږ ته مځکه نه راکوي، مکتب کې م نه پرېږدي او خیمو کې ژوند کوو. در همین حال سازمان جهانی مهاجرت میگوید که برای رسیدگی به مشکلات برگشت کنندگان از ایران و پاکستان و نیز بیجا شدگان داخلی سیستم را به نام ردیابی مهاجران فعال میسازند تا به کمک این سیستم موقعیت و نیازمندی های این برگشت کنندگان و بیجا شدگان داخلی شناسایی و به آنان رسیدگی شود. بر مبنای از این اطلاعات جمع آوری شده که بعدا مورد تحلیل و تجزیه قرار میگیره و به دسترس نهادهای ملی و بین المللی چی حکومت و چی نهادهای خیری که در عرصه مهاجرت و بیجا شدگی کار میکنن اینا کمک‌های بشری خود متمرکز روی ازو بسازند. بر بنیاد آمارهای سازمان جهانی مهاجرت در یک سال گذشته میلادی بیش از 640 هزار تن از پاکستان به افغانستان برگشتند که از هیچ گونه کمک بهره‌مند نشدند. در کنار این بیش از 500 هزار تن دیگر در داخل افغانستان در نتیجه جنگ‌ها از خانه‌هایشان بیجا شدند. آن مهاجرانی که در ماه‌های اخیر از پاکستان برگشتند در حالت بد زندگی می‌کنند. بیشترین مهاجران که در ولایت ننگرهار جایگزین شدند می‌گویند که از یک سو سردی هوا و از سوی دیگر نبود سرپناه بر مشکلات آنان افزودند. این مهاجران از نهادهای مسئول می‌خواهند تا به این مشکلشان رسیدگی کنند. اینجا در ریاست مهاجران ولایت ننگرهار مهاجرانی که در ماه‌های اخیر از پاکستان برگشتند گرد آمدند تا مشکلاتشان را به گوش نهادهای مسئول برسانند. آنان میگویند با آنکه از سوی حکومت سرپناه وعده داده شده بود اما تا کنون در فضای باز شب و روزشان را سپری میکنند. کور سوگنیسی نغی ارز کرایه نیدی
تنخواگان شته دی نه مثال خبر کار روزگار شته دی نه سرپناه نه لرو 15000 روپۍ کرایه ورکوم خپلې ولسوالۍ له نشو تللې هغه ته بې امنی ده طالبان دي او بالکل مشکل دی هلته بالکل څوک اوسېدی نشي. این مهاجران میگویند از یک سو سردی هوا و از سوی دیگر نبود سرپناه بر مشکلات آنان افزودند. در این حال شماری از نمایندگان ننگرهار در مجلس سنا نیز از حکومت میخواهد تا بر مشکلات این مهاجران رسیدگی کند. دیو صحیح اوبه نلری، کلینیک نلری، مکتب نلری. واقعا چې افغان مهاجرین کم چې په ننګرهار او په نورو ولایتونو کې دي د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي. اما ریاست مهاجران ولایت ننګرهار میگوید که کار روی ساختن یک شهرک بر گستره 3500 جریب زمین آغاز شده است. موږ رسمي خارګوټي لرو، هغه تقریبا تر ډېره حده پورې پوره شوي دي، هغې کې نمرې پوره دي. اوس فعلا د خانه کې خارګوټي کې کوره کېږي، سروې روانه ده، سروې کېږي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا خارګوټه تکمیل شي او دغه کورنۍ چې مشکل د ځمکې ولري، ځمکه ونه لري، هغوی ته به انشاءالله ځمکې ترسره کېږي ټولې. آمارهای وزارت مهاجران نشان میدهد که در یک سال اخیر بیش از 600000 مهاجر افغانی از پاکستان برگشت کردند که 60% آن در ولایت ننگرهار جاگزین شدند. شوهر گوشهای زن 21 ساله اش را در ولایت بلخ برید. این زن که همکنون در یک بیمارستان در مزار شریف زیر درمان است، از حکومت می خواهد که شوهرش را بازداشت کند و عدالت را تامین سازد. پلیس بلخ از تلاش ها برای بازداشت شوهر این زن سخن می گوید. از درد می نالد. هر دو گوش او از سوی شوهرش بریده شده است. می گوید شوهرش بارها او را لد و کوب کرده، سرانجام نیمه های دیشب با چاقو گوش های او را قطع می کند و خودش متواری است. حتی در خانه مادرم مجرد که رفته نمی تونستم به خاطر پیچه همه می تونه گفته. با می گفت خانه مادر میری می گفت که مردم من مثل بچه ها گب می زنی. آنو قسم تو اومد که در چون ما. زرینه باشنده ولسوالی کشنده ولایت بلخ است. میگوید زمانی که 14 سال داشت، پدرش او را به نکاح یک مرد درآورد. او حاضر نیست که دیگر با شوهرش زندگی کند و از حکومت عدالت میخواهد. ما اصل خودش نمیخوایم. دیگه نمیخوایم با او زندگی کنم. تو دفعه شوهرت موبایل نداشت؟ نه، ما موبایل دیگه چیزایی چی نداشتم. زرینه توسط کاکا و همسر کاکایش از بحر درمان به شفاخانه مزار شریف آورده شده است. زن کاکایش از این ستم به ستوه آمده و عدالت می خواهد. آرسی کردم در 13 سالگیش فاتحه کرد. باز دیره آرسی کرد در 4 سالگی. آرسی کرد یک هفته شوهرش ایشت. بعد از یک هفته شوهرش ایران رفت. ایران دوم ماه شده که شوهرش آمده. قطعش جنگ و جنگیالش ای رقمیاش خبر ندارم. در من تاریک است. پزشک معالج او حالت بهداشتیش را رضایت بخش می داند. اما می گوید اگر گوش های زرینه به دسترس آنان می رسید، می توانستند که آن را دوباره پیوند بزند. هر دو سیوان گوش توسط آله قاطعه بریده شده و فعلا هر دو سیوان گوش وجود نداره. شما فکر کنید خونریزی که از ساعت 3 شب تا ساعت 9:30 صبح با خوب چه مقدار خون ضایع کرده و چی حالت می داشته باشه، هم از نظر خونریزی، هم از نظر شاک ناشی از درد به وجود آمده، از نظر انتاناتی که در نهایه نزدیک نسل دماغیات مداخله میکنه، واقعا برش تهدید کننده بود. این نخستین رویداد در سال روان در ولایت بلخ است که گوشهای یک زن از سوی شوهرش بریده شده است. پلیس بلخ میگوید تلاش میکند تا عاملان این رویداد را بازداشت کند. خانواده حبیب الله سرباز پلیسی که هفته پیش در نبرد با نظامیان پاکستانی جان باخت زندگی بد دارد. این خانواده در یک خانه کرایی بود و پاش دارد و مادر حبیب الله میگوید که تنها نان آور خانواده ایشان حبیب الله بود. اینجا در حومه شهر کندهار خانواده حبیب الله در یک خانه کرایی زندگی می کند. حبیب الله که 8 سال عضو پلیس مرزی بود، 6 روز پیش در یک نبرد رو در رو با نظامیان پاکستانی در ولسوالی اسپین بولدک ولایت کندهار جان باخت. ده فزلیکی دغه ارمان درلودی زه پر خپل خاور پر خپل وطن باندې بسر کوم درغه ساعت زه نفریردم چې ما په بدن کسای. مادر این سرباز میگوید که حبیب الله تنها نان‌آور خانواده شش نفری آنان بود.
د یو کال د دوه کال را پات اسو بیا د ساتلو څوک نه درلودي بیا به ولاړم د بل د کور کار به مې کوي د بل د کور کار به مې سر کوي سر کوي دا نیک می راپور تک ځوانان سو هغه دی ولاړ ساره بایلو. در همین حال پلیس کندهار میگوید که میکوشد تا کمک های بیشتری به خانواده حبیب الله گردآوری کند. لومړی سر کې د شهادت پیسې وروسته بیا دوی د اکرامیې پیسې چې تقریبا څه کم دوه لکو ته رسېږي هغه ورکول کېږي او بیا پرله پسې په دوامداره توګه میاشتنی معاش ورته ټاکل کېږي. حبیب الله روز پنجشنبه هفته گذشته برای چندین ساعت با نظامیان پاکستانی در ولسوالی اسمین بودلک کندهار جنگید و پس از چند ساعت نبرد با اصابت یک مرمی جانش را از دست داد. در پایان نوبت به گزارش های ورزشی است. سپاسگزارم از توجهتان. تیم های شاهین آسمایی از افغانستان و آسلات از تاجیکستان در حال در برابر هم به میدان رفتند که این دو تیم برای نخستین بار حضور در رقابت های پلی آف جام باشگاه آسیا را تجربه می کنند. بازی با عملات نیمه و نصفه هر دو تیم آغاز شد، اما هرچی از بازی سپری می شد بر شدت عملات تیم آسلات افزوده می شد تا اینکه این تیم در دقیقه 35 به گل رسید و نیمه نخست با برتری 1-0 تیم آسلات با پایان رسید. نیمه دوم را شاهین طوفانی آغاز کرد و عملات بیشتر روی دروازه آسلات ترتیب داد و سرانجام در دقیقه 53 به گل رسید، اما داور مسابقه این گل را به علت آفساید نپذیرفت. هرچی بازی به دقایق پایینی نزدیکتر می شد عملات شاهینی ها زهردارتر می شد، اما این عملات ثمری در پی نداشت و سرانجام بازی 1-0 به سود تیم آسلات به پایان رسید. بازی امروز را متاسفانه یا بدبختانه بگیم 1-0 باختن بچه‌ها. بازی خوبی بود، چانسیاری نکرد، دو سه موقعیت خوبی که داشتیم در نیمه اول در نیمه دوم، ولی بازی برگشت بسیار مهم است که ما باید 2-0 بریم یا حداقل بتانیم که 1-0 پیش بیاییم یا ببریم. تیم فوتبال شاهین آسمایی اکنون به روز 7 ماه فوریه در دیدار برگشت کار سختی را در برابر میزبان خود آسلات خواهد داشت. تیم فوتسال دانشگاه علامه فاتح رقابت‌های فوتسال دست دوم شهر کابل شد. در فرجام دیدار این بازی‌ها دانشگاه علامه در زدن ضربه‌های پنالتی 3-2 بر عدالت غلبه کرد و بر سکوی قهرمانی ایستاد. بازی این دو تیم در وقت‌های قانونی با برابری 3-3 پایان یافته بود. علی رضایی از تیم امید عدالت با زدن 13 گل لقب آقای گل را به دست آورد. از سطح بالاتری برخوردار بود مسابقات. به لحاظ فنی ما یک بازیکن از تیم پنتون علامه و یک گلکیپر از تیم فریاد بعد ببخشین از تیم سجاد فلس به تیم منتخب کابل دعوت کردیم. در پایان این رقابت ها مرتضی محمدی از دانشگاه علامه به عیس بهترین بازیکن و فرهد فرهمند در بازبان تیم سجاد فلس جواز حضور به تیم منتخب فوتسال کابل را به دست آوردند. برگزار این مسابقات برای که بسیار عالی می باشه و می توانیم که جوانان بیشتر را برای قطارهای تیم ملی و کشور تقدیم بکنیم. برگزار مسابقات نسبت به سال‌های گذشته خیلی بهتر بوده و ما برای کسب تجربه و قوانین بهتری از سال‌های گذشته که بهتر مسابقات برگزار می شود. این پیکارها با حضور 16 تیم برگزار شده بودند و در پایان 4 تیمی که کمترین امتیازات را داشتند به لیگ دست سوم فوتسال کابل سقوط کردند. گریت فرانک بیل در 10 شهر پرجمعیت ولز و پایتخت این کشور به روز 16 جولای 1989 به دنیا آمد. پدر و مادرش شغل‌های دولتی داشتند و در 9 سالگی ساوت امتون دلش را ربود. در باشگاه محلی کاردیف مشغول به بازی شد و دوران کودکیش را با پوسترهای رایان گیگز سپری کرد و با بازی‌های خیره کنندش در دبیرستان توجه مربی ورزش را جلب کرده است و مربیش او را مجبور ساخت از پای چپش استفاده نکند و یک ضرب بازی کند. او در اردوهای باشگاه ساوت امتون شرکت میکرد و میترسید به خاطر اینکه قدش بلند نیست این باشگاه به او بورسه تحصیلی ندهد. در سال 2005 میلادی درس را به پایان رسانید. او در 17 آپریل 2006 میلادی
در 16 سالگی پس از والکات به جوانترین بازیکن تبدیل شد که برای ساوت امتون بازی کرده است. او در برابر میلولوال به میدان رفت و نخستین گولش را از روی ضربات ایستگاهی در برابر دربی کانتی به ثمر رسانید. با گل‌هایی که از روی ضربات ایستگاهی زد نشان داد یک متخصص است. یک متخصص جوان اما با تجربه. در ماه دسامبر 2006 میلادی جایزه بی بی سی ویلز را دریافت کرد. در ماه 2007 جایزه جوانترین بازیکن را دریافت کرد. آخرین بازیش را برای ساوت امتون در برابر دربی کانتی انجام داد. همانجا که روند گلزنیش را آغاز کرد. مخصوصاً آن ضربات ایستگاهی خاصش را. او در مجموع 45 بازی انجام داد و 5 گل به ثمر رسانید. به روز 25 می 2007 میلادی با مبلغ 5 میلیون یورو که تا 10 میلیون یورو قابل افزایش بود رئیس تاتنهام شد. در 26 آگوست نخستین بازی رسمیش را در برابر منچستر یونایتد انجام داد. در دومین بازیش برای تاتنهام در برابر فولام گل زد. گرت بیل در ادامه آن فصل آسیب دید و فصل را کاملا از دست داد و مورد عمل جراحی قرار گرفت. در فصل 2009 هم از نای زانو مورد عمل جراحی گرفت. ولی پس از دو ماه در 26 سپتامبر در دقیقه 85 بازی با برنلی وارد زمین شد. بازی با انتر در سن سیرو در چهارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در 35 دقیقه نخست تاتنهام 4 گل خورد. اما 3 نفوذ از گرت بیل و 3 گل فوق‌العاده به دروازه سزار کاری کرد تا تاتنهام 10 نفره زنده بماند. نخستین هتریکش در لیگ برتر را مقابل آستون ویلا انجام داد. در همان فصل دو جایزه بهترین بازیکن لیگ برتر و بهترین بازیکن جوان لیگ را به گونه همزمان به دست آورد. هفته بعد جایزه اتحادیه ورزشی نویسان انگلیس را هم برد و پس از کریستیانو رونالدو دومین بازیکن شد که عرصه را با هم به دست آورد. او در تاتنهام در 203 بازی 55 گل به ثمر رسانید. اول سپتامبر 2013 بیل رهی ریال مدرید شد. اما رفتن بیل آنقدر اهمیت نداشت که رقم قراردادش اهمیت داشت. حتی رقم این قرارداد برای رونالدو هم مهم بود. باشگاه اعلام کرد رقم قرارداد وی 91 میلیون یورو است. 3 میلیون کمتر از قرارداد کریستیانو. اما بعداً مشخص شد رقم این انتقال 100 میلیون یورو بوده است و در حال حاضر او گران قیمت ترین بازیکن جهان است. 6 بازی نخست در مادرید را از دست داد و نخستین ال کلاسیکوش چنگ بدل نزد و با آن قیمت هم که آمده بود پس صدای انتقادها بلند شد. البته باید ماندنی ترین صحنه بیل در ریال احتمالاً تا آخرین روز حضورش گل است که در دیدار کوپا دل ری با بارسلونا به ثمر رسانید. با آن دریبل زیبا و سرعت خیره کنندش مارک بارتیه را به جنون کشید و در ادامه بالایی که به پینتو زد معجزه اش را نشان داد. در فصل 2014 با ریال قهرمان لیگ قهرمانان شد و در دیدار پایانی به اتلتیکو گل زد. این گل یکی از کلیدی ترین گل های بیل
به حساب می آید، چرا که ریال پس از این گل براحتی توانست اتلتیکو را در فینال به زانو در بیاورد. به روز 27 می 2006 برای اولین بار با پیراهن سرخ ویلز به میدان رفت و جوانترین بازیکن تاریخ این کشور شد که در سال 2012 میلادی اری ویلسون ریکاردش را شکست. وقتی به میدان رفت 16 سال 315 روز داشت. گرت بیل بازیکنی است که با قدرت بدنیش و سرعتش شناخته می شود و به نظر می رسد حضور در خط حمله برای او مناسب تر از خط دفاع باشد. گرت بیل کلاسیک ترین بازیکن مدرن فوتبال بریتانیا در عصر مدرن است. گلهای مدرن او که همیشه زیبایی خاصی را دارد در ذهن هواداران مستطیل سبز باقی خواهد ماند. در این دیدار نخست بازی را در بخش بتنگز لندن آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکن در 50 اوور توانست 286 دوش را انجام دهد. که از جمله در بخش بتنگ برای تیم زلندن او گوپتل خوب درخشید و توانست 61 دوش را به دست بیاورد. در مقابل در بخش بالنگ برای تیم استرالیا استونز خوب درخشید و توانست 3 بازیکن حریف را از میدان بازی بیرون نماید. And there's 50 for Martin Guptill. Soft hands. And a nice way to bring it up. It's been an innings of pat.